مجیب رحمان رحمی رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی برای بحث بیشتر در این مورد اینجا با ماست خیلی خوش آمدین آقای رحیمی از فعالیت دوباره شبکه القاعده در این روزها بیشتر گفته و نگرانی های جدی را هم برانگیخته چگونه القاعده توانست دوباره در افغانستان جان بگیرد در حالی که سالهای پیش ایالات متحده آمریکا از محو این گروه در افغانستان خبر داده بود به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و برنامه القایده در افغانستان به بعد عملیات گسترده ایالات متحده آمریکا و متحدین بین المللی افغانستان و همچنان حکومت افغانستان ضربه خورده ولی با این معنا نبود که از افغانستان اینا نابود شده باشه بلکه حلقات کوچک و گروه های مربوط به القایده در افغانستان باقی ماندن ولی نه با آن قوتی که در گذشته حضور داشتن و یکی از اهداف نظامی نیروهای حمایت قاطع را هم زدن به القاعده و دیگه گروه های تروریستی که در افغانستان وجود دارند تشکیل می عملیاتها عملیات ها بعد از دریافت اخبار اطلاعاتی دقیق هرگاهی هر از گاهی علیه این گروه در مناطق مختلف افغانستان در جایی که تحت کنترول طالبان انجام میشه و در اخیر هم شاهد بودیم که در عملیات نیروهای حمایت قاطع یکی از های عمده گروه آقای قهتانی در افغانستان به قتل رسیدن ولی هنوز هم شاخه های و گروه های کوچکی که مربوط جریان القاعده است طبعا در افغانستان در جای فکر نمیکنین موجودیت رهبران برجسته القاعده در سطح فاروق القهتانی در افغانستان در واقع نگران کننده است و نشان دهنده حضور گسترده و همچنان خیلی بلفل و بلقوه این در افغانستان است؟ بر ما شما حضور هر جریان و هر فرد تروریست قابل نگرانی است گروه تروریستی طالبا دیگه گروه تروریستی بین المللی که در کنار طالبا می جنگن به شمول القاعده و طبعا با توجه به عملیات ها و کارکردهای بسیار منفی و زشتی که و غیر انسانی که القاعده در گذشته ها داشته همونطوری که شما اشاره کردین طبعا موجودیت رهبرا و گروه های فعال اینا در افغانستان باعث نگرانی است و تهدیدی است برای صلح و امنیت افغانستان منطقه و در کلیت در سطح جهان که همیست که یکی از دلایل و انگیزه هایی که هنوز هم افغانستان با متحدین بین المللیشان در تلاش هستند که افغانستان را از موجودیت گروه ها پاک بکنن و صلح امنیت به افغانستان منطقه و در سطح وسیع در سطح بین المللی برگرد با وجود انجام و عملیات های گسترده ایالات متحده آمریکا در افغانستان و حالا از کشته شدن رهبر برجسته القاعده در افغانستان هم خبر داده فکر نمیکنین که این نشان میته هنوز هم گروه های حراس افغان به ویژه القاعده در افغانستان از عقبه استراتژیک قدرتمند برخوردار هستند و در واقع حامیان منطقه‌ای توانایی دارند در افغانستان یک گپی بسیار روشن و واضح است نیاز به استدلال نداره که گروه های تروریستی یک عقبه مطمئن در منطقه دارن که پاکستان و استخبارات پاکستان است از این جریانها در گذشته ها هم به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه های سیاست خارجی خود استفاده کردن و حالا هم متاسفانه به این سیاست نادرستشان ادامه میتنن خب حالا چرا ایالات متحدی امریکا پشتیبانان اصلی این گروه ها در افغانستان و در واقع مورد آماج یا حملات قرار نمیتونند یا حداقل دستشان کوتا نمیسازن از حمایت این گروه ها در افغانستان یکی از بحثایی است که ما 15 سال گذشته سرزی پیچیدیم که آمریکا ها چرا پاکستان را به خاطر افغانستان بمبارد نکردن بزنند؟ بحث ولی... شما با حمایت پاکستان همچنان القایده در افغانستان زنده مانده چرا ام... امریکا آمریکا به توجهی دارد در این مسئله؟ پاسخ بسیار روشن شیسته که آمریکا ها چنین نکردن و نمیکنن چرا؟ خب چرا ایشو باید از ایالات متحده امریکا. آمریکا پرسیده شه و... تا در افغانستان در واقع تهدید است به امنیت جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا چرا آمریکا منشأ این تهدید محو نمی‌سازد در پاکستان این پاسخ را باید امریکایی ها و دوستای شما دوستای, ما, پرسیده... ما که دوستای ما که در سطح تحلیل قرار داشتن اگر من به ارمان تحلیلگر دید خب با, با عنوان کده. یکی از سخنگاه اجازه... حکومت جزد... پاسختان چی از حکومت افغانستان پرسیده از یالات متحده امریکا چرا پاکستان دست شکوتا نمی در حمایت از گروه های افغان در افغانستان؟ ببینین امریکایی ها به خاطر وارد کردن ضربه بالای گروه های افراتی، گروه های تروریستی القاعده طالبان در درون خاک پاکستان هم عملیات های خود ادامه دادن و ادامه میتن تیارهای بدون سرنشین، عملیات های خاص نظامی، بن لادین در از بین رفت ملا منصور را در ده در درون خاک پاکستان هدف قرار دادن و همیشه عملیات ها جدیان داشت و در سطوح مختلف فشارهای سیاسی اقتصادی نظامی علیه پاکستان ادامه داشته و در این اواخر هم شما شاهد یک انزوای جدی بین المللی پاکستانی ها هستین اما یک پاکستانی ها،, ها بیاین پاکستان را بمباران بکنن و به خاطر تغییر سیاستشان یک فشار بسیار جدی اعمال بکنن خواست همیشگی حکومت افغانستان بوده ولی متاسفانه تا هنوز تحقق نیافته شاید سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه این را تقاضا نکنه که پاکستان برای کشور بی ثبات بسازه و بعدم کنترل منطقه و تامین امنیت در مرحله بعد از او آنچه که ما تصور میکنیم دشوار شاید باشه بله حالا در صدر ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان مبارزه با کدام یک از این گروه ها قرار دارد طالبان و یا القاعده امریکایی ها در صدر مبارزهشان در رهنمودهایی هایی که برای گروه برای نیروهای حمایت قاطع در افغانستان بله. وجود داره مبارزه با القاعده و داعش در رأس برنامه بله. قرار داره خب در حالت های بله. استثنایی که نیروهای افغانستان نیازمند کمک هوایی یا کمک استخباراتی یا حضور نیروهای ویژه آمریکا باشن در صورت در بعضی از موارد به صورت استثنایی نیروهای ما را کمک میکنن ولی در رأس یا در اولویت برنامه های مبارزاتیشان طبعا القاعده بس. و دایش قرار حالا زمانی که بار دیگر حضور دوباره القاعده و یا گسترش القاعده در افغانستان رسانهی میشه فکر نمیکنین که این موارد و یا این مسئله توجه ایالات متحده آمریکا را از مبارزه با طالبان بیشتر مأخوذ به القاعده و در واقع این فرصت ایجاد میکنه با طالبان تا خود بیشتر تقویت کنند. نه خیر نیسته نیست. القاعده و داعش در مناطق فعالیت دارند و در مناطق فعالیت میکنند و حضور دارند که تحت کنترل طالباست. به او اساس یک تفکیک بین این نیروهای تروریستی از منظر حکومت افغانستان همیش جنجال برانگیز بوده. تروریستا تروریست از نگاه فکری از نگاه اعتقادات و باورهایشان و از نگاه دتمنشی و بربریت و خوناشامیشان از هم تفاوت ندارن ما همه را مطرح کردیم در حکومت وحدت ملی که نباید بین گروه های تروریستی تفکیک قائل شویم تقویت طالبا به معنای تقویت داعش و تقویت القاعده در افغانستان و در سطح منطقه است و تصیف طالبا به صورت طبیعی تضعیف دیگه نیروهای تروریستی را در پی فعلا ارتش افغانستان و حکومت افغانستان در دفاع مستقلانه مسئولیت اولی مبارزه با طالبان را به عهده دارند و در این اواخر طبعا شاهد حملات گسترده طالبان در سراسر افغانستان هستیم و در او بخشی از نشست امروزی شورای وزیران که رسانه ای نبود سوال های بسیار جدی در مورد امنیت و حملات و حتی بحث اختطاف در کابل در ولایت هرات در دیگر مناطق افغانستان مطرح شد وزیر دفاع و معاون وزارت دفاع و وزیر داخله و مسئولین مبارزه با جرایم در وزارت داخله حضور داشتن و بسیار به صورت مفصل از وضعیت امنیتی افغانستان از اقداماتی که صورت گرفته و صورت میگیره گزارش دادن از یک طرف می بینیم که یک جنگ بسیار به صورت گسترده در تمام مناطق ادامه داره و در طرف دیگه نیروهای افغانستان توانستند که جلوی پیشروی ها و برنامه های بسیار سازمانیافته یافته و و دیگه توریستای را که میخواستن بعضی مناطق را بگیرن خنسا ساختن ولی در این حال شاید تلفات و قربانی های زیادی هم از قوای مسله افغانستان بوده آقای رحیمی زمان از تقویت طالبان حضور دوباره القاعده در افغانستان و همچنان ظهور داعش گفته میشه برای مردم افغانستان در واقع پرسش است چگونه این گروه ها پشت همدیگر در افغانستان برای خودشان جای پا پیدا می این خیلی پیچیده است آیا نزد مر... حکومت افغانستان هم در واقع این قضیه به پاسخ مانده چگونه این گروه ها یکی پای دیگر برایشان در افغانستان جای پا پیدا می تهدید ایجاد می برای حکومت افغانستان هر روز از مردمان افغانستان قربانی میگیرند با تداوم جنگ در افغانستان می انجامند ببینین بحثی تو نیسته که جوجیان های نوی در افغانستان ظاهر شده باشند و تهدید و بیشتری را بر افغانستان ایجاد کرده باشند این نیروها وجود داشتند یعنی کشته شدن یکی از رهبرای القاعده ال خیلی در این روزها گفته یک, یک خبر بسیار تازه این نیست القاعده اینجا حضور داشت طالبا حضور داشتند اینا تضعیف شدند شکست خوردند و در یک وضعیت دایش هم جزی از این جریان طالباست با یک تغییر لباس یک مثال در افغانستان هست میگن خر همو خرس ولی پارانش تغییر کرده اینا همو جریان های عقبگرای، کار مرتجی خلاف تمام ارزش های مدرن و انسانی بودن و هستن منتها یک جماعت های از اینا با تقلید از جریان داعش خوناشامتر و یک مقدار با اعمال روب خشونت بیشتر در افغانستان عمل میکنن که طبیعتا ماهیت بسیار غیر انسانی است یا هم بر مردم ما بر میشه و هم با توجه به اعمالی که انجام دادن مقاومت ها و خیزش های مردمی مفضایی شفته شما هم در گزارشتون به یک حمله انتحاری در نینگرهار اشاره داشتین که مردم جمع شده بودن که خودشان علیه جریان موسوم به داعش قیام بکنن موضع بکنن که آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت آیا در عقب تمام این گروه ها یا بگونه دیگر در حمایت تمام این گروه ها در افغانستان پاکستان قرار داره؟ استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان از این سیاست در گذشته هم حمایت کرده بودند و عالم حمایت میکنند. تنها می پاکستان کنن. و یا نه و سازمان های دیگر هم وجود دارد. به عنوان ابزار برای تحقق سیاست خارجی شاید گروه ها و جریان های دیگه هم از این جریان های تروریستی در افغانستان حمایت بکنند ولی دولت دیگه تا هنوز ما سراغ نداریم که در منطقه بیان و از جریان های تروریستی به صورت آشکار و علنی دفاع و حمایت ده. حالا از تماس های روسیه و ایران هم با طالبان گفته شده فکر میکنین که ارتباط این کشورها با طالبان چگونه است نفس تماس را نمیشه که حمله بر حمایت بسیار گسترده خب و یک دولت با یک گروه هر افغان با یک گروه مخالف دولت افغانستان مخالف دولت مشروع و قانونی افغانستان تماس داشته باشه این تماس ها به معنای به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن نبوده شاید در سطوح استخباراتی تماس های وجود داشته من در سفر رئیس اجرایی به ایران حضور داشتیم و بحث مطرح شد موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در برابر طالبا به عنوان یک جریان تروریستی و جنایتکار بسیار واضحی و روشن است و همچنان شاید به اثر نگرانی هایی که در یک مرحله خلق شد بعد از 2014 که برگشت نیروهای بین از افغانستان شاید باعث سقوط برخی از مناطق شد باید شاید طالبا بیان از مناطق را بگیرن و اینا یک ای نگرانی های را خلق کرد بعضی از کشورها مثل روسیه شاید تماس های برقرار کردن ولی واقعیت آنچه که ما در زمین شاهد هستیم خلاف او ثابت شد نیروهای ما توانستن از افغانستان دفاع بکنن برنامه های طالبا ها را خونسا بسازن در کنفرانس وارسا یک حمایت گسترده بین المللی از قوای افغانستان اعلان شد و همچنان در بروکسل یک حمایت و اجماع بی سابقه بین المللی بعد از مه. 15 سال در صورتی که شما دیدین هم کشورها هم سازمانهای های بین اینا نوید از صلح و استقرار و ثبات را ولو در دراز مدت بر افغانستان میتن و امیدوار هستیم که نگرانی های برخی از کشورها برطرف شوه و به قول شما نیاین یعنی با جریان های تروریستی تماس و ارتباط برقرار آقای رحمی یک انتقاد دیگر هم وجود دارن کسانی که بیشتر میکوشن موجودیت داعش در افغانستان برجسته و عمده بسازن آن گونه هم خیلی حضور داعش در افغانستان جدی نیست در واقع این افراد با عمده سازی حضور داعش در افغانستان انگیزه مالی و سیاسی دارن شما چه پاسخ دارین به این, با این ما با شما موافق هستم تا یک حد نام داعش دولت اسلامی شام به عراق است یعنی ما جریان در افغانستان نداریم که اونا بیان خواهان استقرار یک خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق و سوریه در افغانستان باشد حتی این نام یک همخانی های با ها نداره ولی در بازی های استخباراتی پاکستان اینا یک گروهی را در جلال وارد بازی ساختن و اینا تحت نام داعش دست به جنایت های بسیار سازمانی و خطرناکی زدن از این نام شاید بیشتر به عنوان یک مد و در تقلید و پیروی از جریانی که در خاور میانه وجود داره استفاده شود و تا هنوز یک گزارش ها و اطلاعات بسیار موثق وجود نداره که اینا با رهبری دایش در اون منطقه یک روابط بسیار مستحکم داشته باشن و عملیات ها و کارهای خود سازماندهی و تنظیم بکنن به اون صورت گسترده با شما موافق هستم وجود نداره ولی به عنوان یک نام در یک تاخیر شاهد چنین حرکت هایی در مناطق مختلف افغانستان هستیم اینا میخوان با اعمال خشونت و اراب و وحشتی بیشتری از طالبا حضور خود را تثبیت بکنن که هم در افکار عمومی و هم در مبارزات رو در رو الحمدلله که شکست حالا معاون نخست مجلس نمایندگان ظاهر قدیر هشدار میده احتمال خیلی قوی وجود داره که داعش خلافت شد در طور بره در هماهنگی با داعش در سوریه و عراق اعلام کنه شما این بحث چگونه ببینید هشدار معاون نخست مجلس نمایندگان آیا ایشان هم انگیزه سیاسی دارن نه خیلی جدی است این هشدار نگرانی ها از حضور طالب القایده دایش در مناطق مختلف و از دستیافتن یا به مناطق استراتژیک وجود داره شاید اکثر عملیات ها و برنامه های نظامی رسانه ای نشه ولی قوای مسله افغانستان در تمام نقاط آسیب پذیر عملیات های بسیار گسترده را راه کردن برخی از ها ادامه داره و عملیات در ننگرهاری که از بزرگترین و عمدترین عملیات بود که ارتش برا انداخت ولی بعدم وضعیت امنیتی ناگوار در کندوز، در بدخشان، در زابل، در اروزگان، در هلمند با چیزی شد که دوباره توجه ارتش و نیروهای مسلح به مناطق دیگه محتوف شود ولی در هر حالش ما متوجه نگرانی هستیم و دولت مصمم است تصمیم داره در حمایت و هماهنگی با نیروهای حمایت قاطی که چنین زمینی را برای نیروهای تروریست و داعش در جلال آباد در دیگر مناطق افغانستان فراهم نساز معاون اول رئیس جمهور هم جنرال عبدالرشید دوستم هشدار داده که با پایان فصل زمستان احتمال خیلی قوی وجود دارد که نزدیک به یک هزار جنجان داعش در تبانی با حلقات در نظام افغانستان به های شمالی انتقال داده شود قبول دارین ما فکر میکنم ما در یک وضعیت امنیتی بحرانی و دشوار قرار داریم مسئولین حکومتی رهبرای حکومت باید توجه و تلاششان متمرکز بسازند بر مبارزه با خطر ضربه زدن داعش نیروهای مثلا افغانستان از افغانستان می جنگ. در دفاع از افغانستان می جنگن و علیه تهدید علی دایش القاعده و تروریستا بهتر است در این تو شرایط بلحظات اگر تهدیدی هم وجود داره به عنوان معاون اول رئیس جمهور رئیس اجرایی رئیس جمهور و مسئولین حکومتی در هر سطح هر سطحی قرار دارن پیام واضح و روشن برای مردم بتیمیت مینون بتبر مردم یک آینده روشن را نوید و تهدیدها در هر شکل و صورتی در انتقال به شمال و جنوب که همه خاک افغانستان است و بخشای از توتاهایی از یک بدن است در حراست از اینا و دفاع و پاسداری از اینا باید مشترکاً کمر بسته کنیم و شما این ها از یاد جدی بر حال تهدید ها وجود داره نیاز برای هشدار دادن نیست وقتی شما به اطلاعات در درون حکومت دسترسی دارین میفهمین که تهدید های امنیتی وجود داره و نیروهای ما و تمام ارگان های امنیتی ما صادقانه تلاش میکنن که جلوی تهدیدات را بگیرن ولی محدودیت های نیروهای مسلح را هم ما درک میکنیم و در این حال در یک مرحله قرار داریم که باید در هماهنگی اتحاد و یک دستی از برخی از قضایایی که به امنیت ملی افغانستان صدمه میزنن باید دفاع و حمایت بکنیم وحدت و یک پارچگی ما در برخی از موارد به صورت جدی نشان بدیم گرچه که در موارد سیاسی گاهی اوقات اختلاف نظر و دیدگاه‌های وجود می داشته باشه که یک امر معمول و مشروع است سپاسگزارم مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرای از حضورتان در برنامه